در ایران در هر 19 دقیقه در جاده های کشور یک نفر جان خود را از دست می‌دهد. سالانه 28,000 مرگ ناشی از تصادفات رانندگی. ایران یکی از کشورهاییست که بالاترین میزان مرگ و میر از حوادث رانندگی را در جهان دارا می باشد. همه ساله در ایران تصادفات جاده‌ای باعث مرگ 28,000 نفر 28,000 مرگ در سال و مصدومیت 300,000 نفر دیگه می شود. اینطور تأثیرش می شود. همه ساله در ایران در تصادفات جاده‌ای 28,000 نفر می میرند که حدود 35.7% این آمار همیشه باید اون کاری رو بکنن که بیشتری فایده رو برای بچه هاشون داره، نه اون کاری رو که کمترین هزینه رو برای خودشون داره. مامان تو حق داریم زنده بدیم، نباید ما رو بدون کمربند ایمنی سوار خود رو بکنیم چون خیلی خیلی خطرناکه. تمام سرنشینان اتومبیل به خصوص کودکان باید کمربند ایمنی خود رو ببندن. نبستن کمربند ایمنی احتمال آسیب دیدن و کشته شدن در تصادف رو دو برابر. استفاده از کمربند ایمنی باعث کاهش 40-50% تمامی صدمات ناشی از تصادفات رانندگی میشه. بغل کردن بچه های کوچولو توی ماشین اونا رو از تصادف ایمن نمی کنه. اونا باید صندلی مخصوص خودشون رو داشته باشن. استفاده از وسایل ایمنی کودکان از قبیل صندلی نوزاد و کودک، از نشاندن کودکان در صندلی جلوی اتومبیل جدا خودداری کنید. تأکید. نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات را در میان نوزادان تا 71 و در میان کودکان تا 54% کاهش میدهد. همینه. صندلی مخصوص صندلی مخصوص صندلی مخصوص کودک در خودرو فراموش نشه. قرار دادن کودکان در صندلی عقب خود و بستن کمربند و به سر گذاشتن کلاه ایمنی توسط موتور سوار. نباید ما رو ترک موتور بشونیم. چون خیلی خطرناکه. تقریبا 25% از کلیه تلفات جاده‌ای در ایران مربوط به حوادث موتورسیکلت است و اگر کلاه ایمنی به سر داشتند حداقل نیمی از اونها زنده بودند. همه بچه ها حق دارن زندگی کنن و شاد باشن. ما بچه ها حق داریم زنده بمونیم. راننده های عزیز مراقب اونا باشین و تونت نرمین. سوانح رانندگی جاده‌ای رو بگم؟ این حرفا رو که نمیشه نرم زد که آخه. سوانح رانندگی و جاده‌ای قابل پیشبینی و قابل پیشگیری هستند. رانندگی با احتیاط و با سرعت کم به کاهش حوادث رانندگی کمک می‌کنه. تمامی افراد چه آبروی پیاده، سرنشینان یا رانندگان خودرو در رفت آمد سعی هستند. پس بیاییم در رفت آمد هامون و ایمن‌تر کردن راه ها و جاده ها تلاش کنیم. مرسی.